سرخط خبرها. پاسخ دندان شکن فوری ایران به اقدام روز دوشنبه آمریکا و اروپا علیه تهران. برگزاری نشست حساس وزرای دفاع روسیه، ایران، ترکیه و سوریه در مسکو. نگرانی شدید اسرائیل از افزایش نقش چین در غرب آسیا. به این بسته خبری خوش آمدید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به جدیدترین اقدامات خصمانی اروپا و انگلیس علیه تهران پاسخ قاطعی داد. وزارت خارجه در خصوص اعمال تحریم‌های متقابل علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس بیانیه‌ای صادر کرد. وزارت خارجه انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور و همراه آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در خصوص موضوعات حقوق بشری اعمال کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع زیرمت و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه به عنوان عمل متقابل اشخاص و نهادهای زیر را در حوزه اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس به علت حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و نارامی در ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت در تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران که به مثابه تروریسم اقتصادی است تحت تحریم قرار می‌دهد. این بیانیه می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت اقدامات اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل و نیز خودداری از مقابله با اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور که نقض تعهدات بین‌المللی در حوزه مبارزه با تروریسم است اعلام می‌دارد که اقدام آنها در اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد است. در بیانیه مذکور عنوان شده است همه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمروی جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو روی تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت. فرانک هاون، مدیر عامل شرکت صنایع نظامی کراوس مافی وگمن، فلوریان زایبل، مدیر عامل شرکت سیستم های کوانتوم، کریستوف آتن، رئیس هیئت مدیره شرکت ESG، ایلنا سیکول، نماینده پارلمان اروپا، دومینیک اتیانس از فرانسه، ادوارد لینتنر، نماینده سابق پارلمان آلمان، مارتین پاتسلر، نماینده سابق پارلمان آلمان، لئو دامزبرگ، نماینده سابق پارلمان آلمان، کریستوف دوریس از آلمان، آنتونیو لوپس استوریز وایتز، نماینده پارلمان اروپا و یوری روزنتال از هلند اشخاص حقیقی اروپایی هستند که از سوی ایران تحریم شدند. آلن مندوزا، مدیر اجرایی نهاد هنری جکسون بریتانیا، دریادار بنجامین جانکی از فرماندهان نیروی دریایی انگلیس، الیور وست مکات، رئیس شرکت ایگیس، میشل راسل، رئیس تشکیلات صنایع امنیتی، جان تات، رئیس پلیس خدمات مهاجرتی و لارنس تیلور، معاون مرکز مبارزه با تروریسم انگلیس، اشخاص حقیقی از انگلیس هستند که تحریم شدند. مرکز هوایی و پهپادی تفنگداران دریایی سلطنتی کارل روز، مرجع ملی پشتیبانی امنیتی وابسته به MI5 و اداره مجوزهای اطلاعاتی مخابراتی انگلیس اشخاص حقوقی هستند که سوی تهران مورد تحریم قرار گرفتند. سازمان جامعه آلمانی اسرائیل نیز تحریم شده است. این اقدام ایران در پاسخ به تحریم‌های جدید اروپا و غرب علیه تهران انجام شده است. بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 اردیبهشت از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برخی مقام‌های ایران خبر دادند که به ادعای آنان در نقض حقوق بشر نقش برجسته داشته و دارند. بنابر اعلام دولت لندن، بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه 4 اردیبهشت از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برخی مقام‌های ایران خبر دادند که به ادعای آنان در نقض حقوق بشر نقش برجسته داشته و دارند. بنابر اعلام دولت لندن، بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقداماتی هماهنگ و منسجم را برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی انجام دادند و هر ماه تحریم‌هایی را برای پاسخ دادن به نقض حقوق بشر از سوی تهران در نظر گرفته و اعلام کردند.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه از برگزاری نشست چهارجانبه سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور با محمد رضا قرایی آشتیانی، لوسیا کار و علی محمود عباس همتایان خود از جمهوری اسلامی ایران و علی محمود عباس همتایان خود از جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و سوریه در مسکو خبر داد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است وزرای دفاع روسیه، ایران، ترکیه و سوریه در این نشست بر تمایل خود برای حفظ تمامیت ارضی سوریه و افزایش تلاش‌ها جهت بازگشت آوارگان به وطن خود تاکید کردند. به نوشته وبگاه ریا نویسی، وزرای دفاع چهار کشور ضمن تاکید بر سازنده بودن این نشست، خواستار تداوم این گونه گفتگوها برای ایجاد ثبات در سوریه شدند. بر این اساس شویگو، قرایی آشتیانی، آکار و عباس در این نشست درباره اقدامات عملی برای تقویت امنیت جمهوری عربی سوریه، عادی‌سازی روابط دمشق با آنکارا، مقابله با تروریسم و مبارزه با افراطگرایی در سوریه گفتگو کردند. این وزارتخانه همچنین خبر داد که شویگو با هر کدام از همتایان ایرانی، سوری و ترکیه خود نیز نشست‌های دوجانبه‌ای درباره روابط متقابل کشورها داشت. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که این نشست چهارجانبه وزرای دفاع سوریه، روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد که در آن درباره موضوع خروج نیروهای ترکیه از خاک سوریه و همچنین اجرای توافقنامه جاده بین‌المللی معروف به جاده M4 بحث و تبادل نظر کرد. در همین حال وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این نشست چهارجانبه کشورهای ترکیه، سوریه، روسیه و ایران در مسکو به بررسی گام‌های ملموس عادی‌سازی روابط ترکیه و سوریه پرداخت. نشست مشترک چهارجانبه آنکارا، مسکو، تهران و دمشق در پایتخت روسیه در شرایطی انجام شده که چندی قبل مسکو میزبان نشست معاونان وزرای خارجه این چهار کشور بود. برگزاری این نشست پس از آن صورت گرفته که مقام‌های ترکیه رغم روابط پرتنش سالهای اخیر با سوریه طی ماه‌های گذشته اظهار نظرهای مثبتی درباره برقراری دوباره روابط آنکارا و دمشق مطرح کردند. مقام‌های دمشق اما با تکرار موضع سوریه درباره حضور غیرقانونی و اشغالگرانه ترکیه در خاک سوریه خواستار پایان این حضور هستند. محافل سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی از افزایش نقش آفرینی چین در خاورمیانه به زیان آمریکا به عنوان همپیمان سنتی تل‌آویو ابراز نگرانی کردند. به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، ایتمار آیخنر، خبرنگار سیاسی روزنامه اسرائیلی یدیعود آهرانوت، درباره افزایش حضور بین‌المللی چین به ویژه در خاورمیانه تصریح کرد، تحولات فعلی افزایش دخالت چین در خاورمیانه را برای رژیم اسرائیل آشکار کرده است. وقتی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با CNBC در این باره سوال شد، او گفت که ما به چین احترام می‌گذاریم اما با آمریکا ائتلاف داریم. ران بن یشای، مفسر امور نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز به نوبه خود تصریح کرد واشنگتن پکن را یک رقیب و دشمن اصلی خود در همه زمینه‌های اقتصادی و نظامی می‌داند. بنابراین برای اسرائیل نگران کننده است که چین حضور قوی خود در خاورمیانه را به زیان آمریکا که قدرت حامی اسرائیل در منطقه است توسعه می‌دهد. وی تاکید کرد که چین در حال انجام کارهای بزرگ است اما رژیم اسرائیل با دوست بزرگ خود آمریکا ائتلافی ضروری دارد و به همین دلیل نتانیاهو خواستار افزایش دخالت آمریکا در خاورمیانه شد. وی ادعا کرد که این تنها خواست تل‌آویو نیست بلکه بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه از مشارکت بیشتر آمریکا در خاورمیانه استقبال می‌کنند. بسیار مهم است که آمریکا در مورد تعهد و مشارکت خود در خاورمیانه شفاف باشد. تومی شتاینه، کارشناس روابط چین و اسرائیل در گروه سیگنال نیز اظهار کرد سخنان نتانیاهو به این معناست که اسرائیل در حال فهمیدن این موضوع است که دخالت چین در مسائل سیاسی و راهبردی در خاورمیانه ممکن است به ضرر تل‌آویو باشد، زیرا اصولی که اساساً چین در چارچوب ابتکار امنیت جهانی برای آشتی بین عربستان و ایران دنبال کرده از نظر اسرائیل بسیار مشکل ساز است، زیرا به دنبال حفظ امنیت همه طرف‌های منطقه‌ای و نه امنیت مطلق یکی از آنها نسبت به دیگران است. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.